خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما در ادامه بحثمون آثار تجدید نظرخواهی رو در خصوصش صحبت کردیم، مواردش رو گفتیم. گفتیم آثار تجدید نظرخواهی یک اثر انتقالی داره، اثر تعلیقی داره و یک اثر دیگری هم دارد، آن هم پایان صلاحیت دادگاه نخستین هست که تو ویدیو برنامه قبلی در خصوصش مفصل صحبت کردیم که اثر انتقالی چیست، اثر تعلیقی چیست و سومین اثر که پایان صلاحیت دادگاه نخستین هست. در ادامه مبحثمون میرسیم به اقدامات دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی به پرونده. خب این اقدامات چه اقداماتی هست؟ دقت بفرمایید، ما در ویدیو برنامه قبلی بهتون گفتیم که رسیدگی در مرحله تجدید نظر بجز مواردی که قانونگذار ترتیب خاصی رو براش پیشبینی کرده برابر با تشریفات مرحله بدویه، ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی همین رو میگه. میگه مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدید نظر هم جاری است. پس ما با توجه به این ماده چه نتیجه میگیریم؟ که امور بسیاری مثل چی؟ مثل ترتیب دعوت به جلسه دادرسی، برگزاری جلسات دادرسی، ابلاغ، تأخیر جلسه دادرسی، وکالت در دادرسی و بسیاری از موضوعات دیگر برابر با قواعدی خواهد بود که در محله بدوی حاکمه. پس اگر از شما بپرسن که مثلا برگزاری جلسات دادرسی، ابلاغ، تأخیر جلسه دادرسی و وکالت در دادرسی، میگیم این مرحله بدوی است، هیچ تفاوتی با مرحله بدوی نمی کنه. اما حالا میرسیم چه اقداماتی رو دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی به پرونده، یعنی چی اقدامات دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی به پرونده؟ ببینید، ما تو ویدیو برنامه قبلی دو موردش رو گفتیم ولی باز تکرار میکنیم. گفتیم دادگاه تجدید نظر بعد از رسیدگی به امور موضوعی و حکمی پرونده حسب مورد با توجه به ایرادات وارد به پرونده، اگه یادتون باشه در خصوص ایرادات صحبت کردیم، مثلا در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی، مثلا ما ایراد گرفتیم در خصوص اینکه دادگاه بدوی صالح نبوده به رسیدگی یا قاضی صادر کننده رأی صالح به رسیدگی نبوده، ما این ایراد رو وارد کردیم. حالا دادگاه تجدید نظر تصمیمات متفاوتی رو خواهد گرفت. این تصمیمات چی هست؟ از این 9 موردی که شما میبینید خارج نیست. یا دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی رو صالح نداند، یا دادگاه تجدید نظر دادرس صادر کننده رأی رو صالح نداند، یا دادگاه تجدید نظر دادخواست مرحله بدوی رو ناقص تشخیص دهد، یا دادگاه تجدید نظر حکم صادره رو قرار تشخیص دهد، یا دادگاه تجدید نظر قرار رو نقض کند، یا دادگاه تجدید نظر دادخواست دهنده مرحله بدوی را فاقد سمت تشخیص دهد، یا دادگاه تجدید نظر حکم صادر را خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی تشخیص دهد، یا دادگاه تجدید نظر حکم صادر را مطابق قانون و مقررات و موازین تشخیص دهد، یا آخریش هم چی هست؟ دادگاه تجدید نظر خود را صالح به رسیدگی نداند. یعنی در حقیقت ما با توجه به مواد 353، 352، 351 و 350 میتونیم این 9 مورد رو از رأیش برداشت بکنیم که حالا یکی یکی میگیم. حالت اول اینه که دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی رو صالح به رسیدگی ندارد. خب چه اتفاقی میفته وقتی دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی رو صالح نداند؟ خب میاد رأی صادره رو نقض میکنه، پرونده رو برای رسیدگی مجدد به دادگاه صالح میفرستد، ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی. پس این یه مورد. پس اگر به شما بگویند دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی رو صالح نداند چه اتفاقی میفته؟ خیلی خوب، پس میگیم این دادگاه تجدید نظر میاد رأی صادره رو نقض میکنه، پرونده رو برای رسیدگی مجدد به دادگاه صالح میفرسته. استنادمون ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی. این یه مورد. مورد دوم، دادگاه تجدید نظر دادرس صادر کننده رأی رو صالح نداند، یا قاضی صادر کننده رأی رو صالح نداند. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ دادگاه تجدید نظر میاد رأی صادر رو نقض میکنه، پرونده رو برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از همان دادگاه یا حسب مورد به دادگاه هم عرض دیگری میفرستند. پس اینم مورد دوم.
بریم سراغ مورد سوم. دادگاه تجدید نظر دادخواست مرحله بعدی رو ناقص تشخیص دهد. خب حالا اینجا دادگاه تجدید نظر چیکار میکنه؟ خب دادگاه تجدید نظر میاد قرار توقیف دادخواست مرحله بدوی رو صادر و اختیار رفع نقص رو به خواهان میفرستد تا طی 10 روز بیاد چیکار بکنه؟ حالا ما بیاد رفع نقص نماید. در غیر این صورت چیکار میکنه؟ در غیر این صورت میاد قرار رد دعوای بدوی رو به همین علت صادر خواهد کرد. ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی. پس اگر به ما بگویند تست به ما بدهند که دادگاه تجدید نظر دادخواست مرحله بدوی رو ناقص تشخیص دهد، چیکار میکنه دادگاه تجدید نظر؟ گفتیم میاد قرار توقیف دادخواست مرحله بدوی رو صادر میکنه، اخطار رفع نقص به خواهان میفرسته، ظرف 10 روز باید خواهان ما رفع نقص بکنه. در غیر این صورت میگیم قرار رد دعوای بدوی رو به همین علت صادر خواهد کرد. استنادمون ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی. خب مورد چهارم، دادگاه تجدید نظر حکم صادره رو قرار تشخیص دهد. خب اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادره رو در حقیقت قرار تشخیص بدهد، میگیم میاد قرار رو استوار میکنه و رأی صادره قطعی است. پس اگه دادگاه تجدید نظر حکمی که صادر شده رو قرار تشخیص بده، دیگه میدونید وقتی قرار تشخیص بده یعنی چی، توضیح دادیم، پس دیگه تکرار نمی‌کنیم. پس اگر قرار تشخیص داد، خب این قرار رو میاد استوار میکنه، تایید میکنه و رأی صادر ما قطعی است. مورد پنجم، دادگاه تجدید نظر قرار رو بیاد نقض بکنه. حالا اگر قرار رو نقض کرد، میگیم ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی. پس اگر به ما بگویند دادگاه تجدید نظر قرار رو نقض کرد، پس اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادره رو قرار تشخیص داد، خب قرار رو استوار میکنه، رأی صادره قطعی است. حالا اگر دادگاه تجدید نظر قرار رو نقض کند، خب ما میگیم چه اتفاقی میفته؟ میاد قرار رو نقض میکنه، پرونده رو برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میده. ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی. پس اگر دادگاه تجدید نظر قرار رو نقض کنه، پرونده رو برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میکنه. ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی. حالا اگر دادگاه، مورد ششم، اگر دادگاه تجدید نظر دادخواست دهنده مرحله بدوی رو فاقد سمت تشخیص دهد، خب چه اتفاقی میفته؟ باید اینجا تو ذهنتون بیاد، ما تو مرحله بعدی هم گفتیم دادگاه تجدید نظر دادخواست دهنده مرحله بدوی رو فاقد سمت تشخیص بده، خب قرار رد دعوا رو به همین علت صادر می نماید. ماده 355. مورد هفتم، دادگاه تجدید نظر بیاد چیکار بکنه؟ حکم صادره رو خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی تشخیص دهد. خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ پس اگر دادگاه تجدید نظر ما حکمی که صادر شد در مرحله بدوی، این حکم رو خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی تشخیص بده، میاد حکم صادره رو جزئاً یا کلاً نقض مینماید و یه حکم جدیدی صادر مینماید. این حکم صادره قطعی است. شق اول ماده 358. پس یادتون باشه اگر دادگاه تجدید نظر بیاد حکم صادره رو خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی تشخیص بدهد، میگیم خیلی خوب، حکم صادره رو جزئاً یا کلاً نقض میکنه، خودش میاد توی حکم جدیدی صادر مینماید که این حکم صادره میگیم قطعی است، طبق شق اول ماده 358 آیین دادرسی مدنی. حالا اگر دادگاه تجدید نظر پرونده رو رسیدگی کرد، حکم صادره رو مطابق قانون مقررات و موازین تشخیص داد، یعنی بند هشتم، خب مشخصه حکم صادره رو میاد تایید میکنه، برای اجرا به دادگاه نخستین یا هم دادگاه بدوی اعاده مینماید، حکم صادره قطعی است. شق دوم ماده 350 هست. پس شق اول ماده 358 در حقیقت این هست که اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادره رو خلاف موازین تشخیص داد، میگیم حکم رو جزئاً یا کلاً نقض میکنه، یک حکم جدیدی صادر میکنه که خودش، یعنی در حقیقت دادگاه تجدید نظر حکم جدیدی صادر میکنه که حکم صادره میگیم قطعی است.
حالا اگر دادگاه تجدید نظر اومد حکم صادره رو مطابق قوانین و شرع تشخیص داد، حکم صادره رو میاد تایید میکنه، برای اجرا به دادگاه نخستین اعاده میکنه که این حکم صادره دیگه در مرحله تجدید نظر گفتیم قطعی است، که شق دوم ماده 358 است. و آخرین مورد، دادگاه تجدید نظر خود را صالح به رسیدگی نداند. خب وقتی گفتیم یک دادگاهی خود رو صالح به رسیدگی نداند، چه اتفاقی میفته؟ میاد قرار عدم صلاحیت از خودش صادر میکنه، یعنی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رو میاد به مرجع صالح میفرستن. ما این رو در آیین دادرسی مدنی یک ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوصش صحبت کردیم، که ارجاع میکنم اگر یادتون رفته ارجاع میکنم اونجا، که اگر دادگاهی خود رو صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رو به مرجع صالح میفرستد. پس ببینید ما همینجا اومدیم همین مواد رو در حقیقت طبقه بندیش کردیم دیگه یادتون نره. خب دادگاه پس ببینید مورد 1 تا 9، دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی رو صالح به رسیدگی نداند، ماده 359، دادگاه تجدید نظر دادرس صادر کننده رأی رو صالح نداند، گفتیم رأی صادره رو میاد نقض میکنه، پرونده به رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از همون دادگاه یا حسب مورد به دادگاه همرز دیگری میفرستد، دادگاه تجدید نظر دادخواست دهنده مرحله بدوی رو ناقص تشخیص دهد، میگه ماده 350، دادگاه تجدید نظر حکم صادره رو قرار تشخیص بده، خب قرار رو استوار میکنه، رأی صادره قطعی است، دادگاه تجدید نظر قرار رو نقض کنه به استناد ماده 355، میگیم خب میاد قرار رو نقض، پرونده رو برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میده، دادگاه تجدید نظر دادخواست دهنده مرحله بدوی رو فاقد سمت تشخیص بده، خب قرار رد دعوا رو صادر میکنه، ماده 355، دادگاه تجدید نظر حکم صادره رو خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی تشخیص ده، میگیم شق اول ماده 358، حکم صادره رو گفتیم جزءاً یا کلاً نقض میکنه، حکم جدیدی صادر مینماید که حکم صادره میگیم قطعی است، و دادگاه تجدید نظر حکم صادره رو مطابق قانون و مقررات و موازین تشخیص دهد، شق دوم ماده 358، خب حکم صادره رو گفتیم تایید کرده، برای اجرا به دادگاه نخستین اعاده مینماید، و در نهایت دادگاه تجدید نظر خود رو صالح به رسیدگی نداند، میاد خب قرار عدم صلاحیت صادر میکنه از خودش، پرونده رو به مرجع صالح میفرستد، ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی. پس تا اینجا ببینید ما اومدیم در حقیقت طبقه بندی کردیم، اینها میشه اقدامات دادگاه تجدید نظر بعد از رسیدگی به پرونده، این در حقیقت پس از رسیدگی به پرونده، وقتی که رسیدگی میکنه به پرونده، یکی از این 9 مورد هست که هم مواد قانونیش رو بهتون گفتیم، هم در اینجا هر 9 مورد رو براتون توضیح دادیم.